سرخط خبرها. دور تازه اعتراض‌ها در فرانسه. ده‌ها هزار پلیس برای مقابله با جلیق زردها در خیابان‌ها مستقر شدند. تأکید ترکیه بر ادامه حملات به مواضع پی‌کی‌کی در شمال عراق. اردوغان می‌گوید لازم باشد به شمال سوریه هم نیرو می‌فرستد. قطر خواهان ائتلافی جدید در حاشیه خلیج فارس. دوحه می‌گوید شورای همکاری کشورهای عربی قدرتی ندارد. و نشست وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل. همزمان اسلام آباد هم گفته روز دوشنبه میزبان مذاکرات طالبان و آمریکا خواهد بود. سلام و عصر بخیر. در فرانسه معترضان معروف به جلیق زردها برای پنجمین شنبه پیاپی به خیابان‌ها آمدند. اعتراض‌ها امروز از همان ابتدا به درگیری با پلیس کشیده شد. تصاویری که می‌بینید تصاویر زنده است از خیابان‌های مرکزی پاریس. گاز اشک‌آور پلیس امروز از همین صبح امروز شاهد بودیم که شلیک کرد برای متفرق کردن تظاهرکنندگان. جلیق زردها در ابتدا در مخالفت با افزایش مالیات و قیمت سوخت به خیابان‌ها آمدند، اما خواسته های آنها به مرور بیشتر شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هفته پیش تلاش کرد تا با دادن مجموعی از امتیازها به معترضان آرامش را به کشور بازگرداند، اما آنطور که فیروزه اکبریان در گزارشش میگوید ظاهرا فرانسه تا رسیدن به آرامش راه درازی پیش رو دارد. پنجمین آخر هفته اعتراض در فرانسه، اعتراضی که همان ابتدا به درگیری بین پلیس و معترضان کشیده شد. ده ها هزار پلیس امروز تلاش کردند پیش از معترضان خیابان‌های شهرهای مختلف را به کنترل درآورند. تجربه اما نشان داده کار سختی در پیش دارند. دیروز پاریس، التهاب را با وجود آرامش ظاهری میتوان حس کرد. مغازه‌دارانی که از ترس غارت و آشوب جلوی ویترین حصارهای چوبی میکشند. داریم به خاطر قلب سنگ‌هایی که معترضا پرت میکنن شیشه مغازه‌هامون رو با تخت چوب میپوشونیم. اینجوری ممکنه که قلب سنگ‌ها به حفاظ چوبی آسیب بزنه، اما پنجره‌ها رو نمیشکونه. اونا اصلا همینو میخوان، اینکه تا میتونن همه چی رو درب و داغون کنن. البته همه با اون موافق نیستند. فکر نمی کنم این اعتراض ها تصویر بدی از فرانسه به نمایش بذاره. چیزایی مثل این همه جای دنیا اتفاق می افته. جوان ها حق دارن خواسته هاشون رو به هر روشی که می خوان مطرح کنن. نگرانی بعضی شهروندان بیراه هم نیست. آنها که به خیابان می آیند اسمش را اعتراض می گذارند. اعتراض ها اما گاهی به جنگ داخلی بیشتر شبیه هست. بارها ساختمان هایی به آتش کشیده شده اند. شیشه مغازه ها پایین آمده اند و خودروهایی هم در آتش خشم معترضان خاکستر شده اند. خواسته های معترضان در ابتدا کوچکتر بود. اعتراض به افزایش مالیات سوخت. خواسته ها اما به مرور متنوع‌تر و بزرگتر شدند. از درخواست برای اصلاحات آموزشی گرفته تا تقاضای استعفای امانوئل مکرون از ریاست جمهوری. تا حالا صدها نفر بازداشت شدند. 300 نفر در آخر هفته گذشته. امانوئل مکرون هفته گذشته تلاش کرد معترضان را آرام کند. گفت حداقل حقوق را افزایش می‌دهد و بخشی از مالیات‌ها حذف می‌شوند. او دیروز هم در بروکسل به پرسشی درباره اعتراض‌ها پاسخ داد. صدای اعتراض اونها رو شنیدم. کسانی که خواستند صادقانه خواسته‌های خودشون رو مطرح کنند. پاسخ اونها رو هم دادم. میشه شرایطی رو برای گفتگوهای سازنده فراهم کرد. چیزی که یکی از جنبه‌های پررنگ دموکراسی ماست و فکر نمی‌کنم که دموکراسی ما بتونه کارکرد خودش رو داشته باشه در حالی که اشغال فضای عمومی و خشونت زبان دیالوگ شده. ادای احترام امانوئل مکرون به کشته شدگان حمله به بازار کریسمس در شهر استراسبورگ. حمله 4 روز پیش 4 کشته بر جا گذاشت. شاید به دلیل شوک این حادثه و در حالی که نیروهای امنیتی درگیر آن بودند
دولت از معترضان خواسته بود امروز به خیابان نیایند. اما به نظر می رسد آنها قصد کوتاه آمدن ندارند، هرچند تعدادشان از هفته های گذشته کمتر است. فعلا نه گاز اشکاور کارساز بوده، نه حضور خودروهای زرهی پلیس و نه بگیر و ببندها. معلوم نیست آتشی که با اعتراض به افزایش قیمت سوخت شعله ور شد چه موقع فروکش می کند، اما مشخص است که دودش به چشم خیلی ها می رود، از سیاستمداران گرفته تا شهروندان عادی. فیروزه اکبریان، BBC. تصاویری میبینید، تصاویر زنده هست از پاریس و ظاهراً خیابانهای مرکزی شهر پاریس. شانزلیزه معمولاً یکی از خیابانهایی که تظاهرکنندگان در این شنبه‌های گذشته جمع شدن، زد و خورد با پلیس بوده. گاز اشک‌آور رو میبینیم که اونجا پلیس استفاده کرده. همکارم ریحانه مظاهری که خبرهای تظاهرات رو دنبال میکنه اینجا در استودیو با ماست. ریحانه، چه خبر داریم امروز تا این ساعت در پاریس و در کل فرانسه؟ بله کسرا، همونطور که توی گزارشم بهش اشاره شد، مردم توی خونه نشستن، بخش زیادی از جلیقه زردها همچنان توی خیابون اومدن و تظاهرات کردن، ولی بر اساس آماری که رسانه‌های فرانسه، من تا همین قبل از اینکه بیام توی استودیو چک می‌کردم، تعداد بازداشت‌ها خیلی کمتر بوده، تعداد اون آشوبگری به معنی تخریب خیلی کمتر بوده. البته حضور پلیس هم خیلی پررنگ بوده در سطح شهر، فقط هم در پاریس نبوده، در پاریس میدان اپرا و خیابون شانزلیزه از همه جا بیشتر، و البته فکر می‌کنم میدان باستی از همه جا بیشتر جمعیت جمع شده بود. منتها تو شهرهای دیگه هم بوده، شهرهای مثل بوردو، نیم، تولون، اینا جاهایی بودن که جلیقه زردها در واقع بزرگراه‌ها رو بستن، یعنی حالت پیکنیک توی بزرگراه درست کردن و گفتن آخر هفته است ما اینجا می‌شینیم. بله، وسط بزرگراه و مردم رو در واقع توی بزرگراه راه خودرو رو بستن. ولی تظاهرات ها کمی آرومتر بوده و مسالمت آمیزتر بوده، اون چیزی که به عنوان تخریب ببینیم رو نمیبینیم. البته خب تدارکاتی هم مردم دیده بودن، خیلی از صاحبان مغازه ها و فروشگاه هایی که توی خیابون شانزلیزه توی هفته های گذشته، چهار هفته گذشته آسیب دیده بود مغازه هاشون، تمام مغازه هاشون رو با یک چیزایی مثل چوب بستن، تمام ویترین ها رو که نتونن حمله کنن و تخریب کنن. و در جاهای بازداشت بوده، همونطور که گفتم تقریبا 60-64 نفر رو بازداشت کردن در سطح پاریس، هنوز گزارشی از شهرهای دیگه من ندیدم، ولی خب هفته گذشته در این ساعت تعداد بازداشت‌ها فقط در پاریس بیشتر از 335 نفر بود. این نشون میده که خیلی شرایط آروم تره. قبلا احساس میشد که امتیازایی که آقای مکرون داده شاید کافی باشه برای خوابوندن این قائله، که مثل اینکه کافی نبوده. میخوام ببینم که خیلی خوب، اگه قراره که این تظاهرات اینجوری هر شنبه ادامه پیدا کنه، کار به کجا میکشه؟ یعنی چه سناریوهایی در پیش رو داریم؟ بله، در واقع کسرا، این اعتراض مردمی بود، در واقع اعتراض مدنی بود که گروهی به اسم جلیقه زردها از رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک شروع کردن و بعد سیاستمداران و گروه‌ها و احزاب سیاسی به اینا پیوستند. این چیزی هستش که خب شروع شده و اینها هم امروز که اینها میگن پنجمین اقدام ما، پنجمین باری هست که ما به خیابون اومدیم. حرف جلیقه زردها رو اگه فقط بخوایم بگیم، میگن تا زمانی که قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکنه، علارغم تمام وعده هایی که آقای مکرون داده، اینها از خیابون بیرون نخواهند رفت و هر شنبه این اعتراض ها رو برگزار خواهند کرد. اما احزاب و گروه‌های سیاسی دیگه مثل راست و چپ، اونها چیزای دیگه‌ای میخوان. اونها در واقع خواستار تغییرات خیلی داخل دولت هستند. مثلا یکی از تغییراتی که میتونه در صورتی که این اعتراض‌ها ادامه پیدا کنه به تحقق به پیونده، تغییر نخست وزیر هستش. نخست وزیری که الان خب به سمت راست‌ها بیشتر گرایش داره، میتونه به جای اون فردی که بیشتر به سمت چپ‌ها هستش گرایش داشته باشه بیاد روی قدرت. اگر بیشتر از اون ادامه پیدا کنه، چیزی که چپ‌ها و راست‌های افراطی واقعا می‌خوان اینه که پارلمان منحل بشه و یه انتخابات جدیدی برگزار بشه، و در نهایت اگه هیچ کدوم از اینا به نتیجه نرسه، به معنی انتخابات برگزاری انتخابات مجدد و کنارگیری و استعفای امانوئل مکرون خواهد بود، یعنی چاره جز این نمیمونه. اما خب این اعتراض ها هم، اون چیزی که داریم میبینیم اینه که جلیقه زردها میگن ادامه پیدا میکنه، احزاب سیاسی رهبرانشون از جمله ملانشون و مارین لوپن با میگن خشونت نباید صورت بگیره، ولی اعتراض ها باید تا زمانی که خواست های اونها، البته خواست های خودشون منظورشون هست، ولی در قالب خواست های مردم این رو میگن، باید اونها برآورده بشه، و اینکه افزایش 100 یورویی حقوق یا کاهش مالیات ها و اینها نتیجه آنچنانی نخواهد داشت.
ریحانه خیلی ممنون، متشکرم. در ایران کمیته امداد امام خمینی که کارش کمک به افراد کم درآمد و محروم است اعلام کرده که تعداد مراجعه کنندگان در ماه‌های اخیر 50% افزایش داشته. به گفته این نهاد بیشترین درخواست مراجعان برای تامین هزینه جهیزه و پرداخت اجاره خانه و وام بوده. به گفته کمیته امداد حدود 1/4 مراجعه کنندگان هم خواهان کمک‌های درمانی بودند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین را به عوام فریبی متهم کرده و غیر مستقیم او را مسبب مشکلات کشور دانسته. آقای احمدی نژاد در سفرهای استانیش به شدت از دولت روحانی انتقاد میکرده و گفته که به ضعیفترین شکل ممکن در حال اداره کشور است. محمود احمدی نژاد اخیراً بحث مناظره با آقای روحانی را هم مطرح کرده. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در یک جلسه سخنرانی در واشنگتن پیشنهاد داد کشورهای غربی اموال ایران را در خارج از کشور ضبط کنند و در اختیار به گفته او مخالفان دموکرات حکومت ایران قرار بدهند. آقای پهلوی گفت این بهتر از اون است که این دارایی ها در جنگ سوریه و یمن خرج شود. ولیعهد پیشین ایران میگوید خواهان مداخله کشورهای خارجی در ایران نیست، اما از آنها میخواهد با اعتراضهای مردمی همراه شوند. وزارت امور خارجه ترکیه گفته حملات هوایی این کشور به مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق ادامه پیدا میکند. ارتش ترکیه گفته در این حملات هوایی 8 نفر از نیروهای PKK را کشته است. این حملات اعتراض عراق را به همراه داشته که در بغداد سفیر ترکیه را احضار کرده. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد حضور نیروهای کرد در شمال سوریه به آمریکا هشدار داده است. دوسوندکی بلگلری ده حضورا و گوونه کاوشترمکتا کارارلیز. ما مصممیم صلح و امنیت رو در شرق رود فرات برقرار کنیم. به همین خاطر دیشب عملیاتی رو در شمال عراق آغاز کردیم. یا منطقه رو از وجود اونها پاکسازی کنید و اونها رو بیرون کنید یا ما وارد منبج میشیم. من دارم خیلی شفاف صحبت میکنم. ترکیه تا حالا زمان زیادی رو برای مداخله در باتلاق ترور شرق فرات از دست داده. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه با ماست. آقایی قبلا آقای اردوغان گفته بود که به شمال سوریه لشکرکشی خواهد کرد، حالا در شمال عراق وارد عمل شده. ببینید 6 ماه پیش بود که مقامات ترکیه به ویژه هم رئیس جمهور ترکیه گفتش که به کوههای قندیل، به مناطق کوهستانی قندیل و بعد از اون به منطقه مخمور و سنجار که اتفاقا مورد حمله ترکیه قرار گرفت در چند روز پیش، حمله خواهد کرد در اقلیم کردستان عراق. و چون اینا معتقد هستن که این مناطق پناهگاه امن نیروهای PKK هستند، ولی خب این حملات در کنار این مسئله، این حملات در واقع در پس زمینه تهدیدهای اخیر مقامات ترکیه برای انجام عملیات نظامی در شمال سوریه در شرق فرات معنا مفهوم پیدا میکنه و به گمان من در واقع سیگنالی هستش، یک به دولت مرکزی عراق که بخواد اقدامات عینی و جدی رو انجام بده برای مبارزه با PKK، و دو مهمتر از همه به آمریکا که بگویند که ما هنوز روی حرفمون هستیم و در واقع میخوام بگویند که تست بکنن، محک بزنن آمریکا رو ببینن که در برابر این تهدید چه واکنشی نشون خواهد داد. در واقع البته این عملیاتی که در عراق صورت گرفته اینها در راستای عملیات سپر دجله هستش که از مارس گذشته شروع شد در شمال عراق و ارتش ترکیه یک در واقع کریدور رو باز داره به مناطق کوهستانی سیداکان در اقلیم کردستان و تلاش میکنه که با PKK مبارزه بکنه. آیا نیروهای ترکیه الان در داخل خاک عراق هستن امروز؟
ببینید اساسا همونطور که اشاره کردم در راستای اون عملیات سپر دجله که از ماه مارچ گذشته شروع شد، الان نیروهای ترکیه پست‌های نظامی در واقع مناطق نظامی، پایگاه‌های نظامی رو در 6 نقطه فکر می‌کنم حداقل اونجا دارن. در واقع یک کریدوری هستش که به سمت خاک علاق، منطقه اقلیم کردستان، مناطق سیداکان و هاکاری هستش و بعد نزدیک روستاها و مناطق مجاور کوههای قندی هستش که منطقه در واقع پایگاه امن نیروهای پکاکا هستش. ترکیه بسیار مصمم نشون میده که بخواد حالا در عراق عملیات انجام بده و خب البته الان در واقع یک جورهایی سیگنالی هم هستش به آمریکا که بخواد در واقع تست بکنن آمریکا رو، ببینن که میتونن عملیات در شمال سوریه انجام بدن یا نه. نگرانی اصلی ترکیه شمال سوریه هم هستش. شما هیچ نشانه دیدید که این عملیات در شمال عراق چقدر میتونه ادامه پیدا کنه؟ چند روز داریم صحبت از یک برنامه دراز مدت میکنیم یا چند روزه؟ ببینید من اساسا فکر میکنم که در مورد شمال سوریه، ابتدا در مورد شمال سوریه بگم و در مورد عراق هم خواهم گفت خیلی کوتاه، در یک سری اقدامات اخیر انجام شده که باعث نگرانی ترکیه شده. یکی اون اصرارات جیمز ماریس وزیر دفاع آمریکا بود که گفت پست‌های دیدبانی و مقر راداری رو در شمال سوریه احداث کردن. دوم اصرارات جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک آمریکا بود که گفت آمریکا قصد داره 35000 تا 45000 نیروی دموکراتیک سوریه رو آموزش بده و مهمتر از همه اون تعلیل و تأخیر مقامات آمریکایی هستش برای اجرای به موقع توافقنامه منبج بین آمریکا و ترکیه که الان قرار بود تا امسال آخر امسال عملی بشه ولی هنوز عملی نشده که بخوان نیروهای پیگ رو خارج بکنن شمال فرات. در عراق هم ما داریم در واقع صحبت میکنیم از یک مرز مشترک ترکیه با عراق و سوریه که ترکیه بسیار مصمم هستش که این مناطق شمالی رو که در واقع اشاره میکنه که کریدور ترور هستن و اونها اونو کریدور ترور میخونن که در واقع محل انتقال تسلیحات و در واقع مبارزه پکاکا هستش با ترکیه، اینها در آینده سوریه به حوزه نفوذ مشترک آمریکا و کردها تبدیل نشه. در واقع خیلی کوتاه و خیلی ساده بخوام بگم این ترکیه این در واقع پیام رو میخواد بده به آمریکا که شما دست از نیروهای کرد، نیروهای YPG در شمال سوریه و در حال شمال عراق دست برداری، ولی مشخصا شمال سوریه و ما بتونیم این شمال ترکیه، شمال سوریه رو به حوزه نفوذ مشترک خودمون تبدیل کنیم به جای اینکه آمریکا با YPG همکاری کنه، آمریکا با ترکیه همکاری بکنه. ولی خب این خیلی در واقع بسیار دشوار هستش چون آمریکا من فکر نمی‌کنم که به این زودی‌ها بخواد اساس حمایت از YPG برداره و اساساً اجازه چنین عملیاتی رو آمریکا به ترکیه بخواد بده. ولی خب باید در آینده ببینیم که آیا یک زد و بندهای بین آمریکا و ترکیه انجام خواهد شد که بخواد ترکیه چراغ سبز رو از آمریکا بگیره که بخواد حداقل یک عملیات محدودی رو حتی شده در شمال سوریه به طور مثال در تل ابیض انجام بده یا خیر. متشکرم. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر با ما بود. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدهیم. دولت فرانسه برای مقابله با دور تازه اعتراضهای جلیق زردها ده‌ها هزار پلیس را در نقاط مختلف این کشور مستقر کرده. رئیس جمهوری ترکیه میگوید اگر آمریکا نیروهای کرد وابسته به یگانهای مدافع خلق را از شمال سوریه بیرون نکند، نیروهای ترکیه وارد این منطقه میشوند. در ادامه برنامه هنرنمایی نوازندگان و رقصنده های تاجیک در شب های کویت. وزیر خارجه قطر میگوید شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیگر قدرتی ندارند و ساختار آن باید تغییر کند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در نشستی در دوحه صحبت میکرد. او گفته باید ائتلافی جدید بین کشورهای منطقه ایجاد شود. رابطه دوحه با شورای همکاری بعد از تحریم قطر از طرف عربستان و متحدانش تیره شده است. شیدا هوشمندی گزارش میدهد. سال و نیم پیش عربستان سعودی و متحدانش قطر را تحریم کردند چون به گفته آنها از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و به ایران نزدیک است. حدود دو هفته پیش قطر اعلام کرد از اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، خارج می‌شود. امروز هم می‌گوید شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که این کشور را تحریم کرده، یک سازمان شکست خورده است. رهبران این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس میگویند باید گروهی جدید جای مهمترین تشکل کشورهای عرب منطقه را بگیرد.
اتحاد منطقه‌ای به خاطر شرایط بحرانی تحت شعاع قرار گرفته. به همین خاطر باید اتحاد جدیدی شکل بگیرد تا آینده امنیت و ثبات منطقه تأمین شود. وزیر امور خارجه قطر در حالی شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس را نقد می‌کند که غیبت امیر قطر در نشست اخیر این سازمان انتقاد کشورهای عضوان را به همراه داشت. نشست سالانه شورای همکاری خلیج فارس هفته پیش در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. به رغم اختلاف قطر با عربستان امارات، امیر قطر برای شرکت در این نشست به ریاض دعوت شده بود. او اما در این نشست حاضر نشد. غیبت او در نشستی که موضوع اصلی آن مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای از جمله فعالیت‌های ایران بود، پیغامی روشن داشت. قطر با سیاست‌های عربستان همراه نخواهد شد. قطر توانسته در 18 ماه گذشته وضعیت دشوار محدودیت واردات را مدیریت کند، هرچند اقتصاد این کشور از تحریم‌ها در امان نمانده. حالا امیر قطر برای عربستان شرط می‌گذارد که هر گونه گفتگویی منوط به رفع تحریم هاست. تحریم‌ها باید برداشته شوند تا اختلاف‌ها با برقراری گفتگو رفع شود. هر گونه گفتگویی باید بر اساس احترام متقابل و پرهیز از سیاست‌های مداخله‌جویانه انجام شود. بحران دیپلماتیک قطر مدتی است بر شورای همکاری خلیج فارس سایه افکنده. حالا اتحاد کشورهای عرب ضربه پذیر شده. این شورا بعد از انقلاب 57 و آغاز به کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. حالا قدرت این شورا در حالی مورد انتقاد یک عضو سابق آن قرار می‌گیرد که عربستان در ماه‌های اخیر با بحران کم سابقه قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار در کنسولگری این کشور در استانبول روبروست. شیدا هوشمندی، بی بی سی. وزیر خارجه چین از طالبان خواسته از خشونت دست بردارند و در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان شرکت کنند. او گفته کشورش آماده است برای بهبود رابطه پرتنش کابل و اسلام آباد میانجیگری کند. در نشست سه‌جانبه وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل، وزیر خارجه پاکستان هم گفته هدفش از سفر به کابل برداشتن دیوارهای بی اعتمادی میان کابل و اسلام آباد است. بشیر پیمان از کابل گزارش می‌دهد. با شدت گرفتن تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و دولت افغانستان، وزرای خارجه پاکستان و چین به کابل آمدند تا با همتای افغانشان به این روند جان تازه ببخشند. آنها در گفتگوهای سه جانبه در کنار صلح و مذاکره با طالبان روی توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم و بهبود رابط تجاری بین کابل و اسلام آباد بحث کردند. ما از چند جانب تلاش داریم تا طالبان را روی میز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر کنیم. مخالفت‌ها باید از راه مصالحه و گفتگو حل و فصل شوند. ما از روند صلح با مالکیت و رهبری دولت افغانستان حمایت می‌کنیم. وزیر خارجه پاکستان میگوید آمده است که یخ روابط دو طرف را بشکند. باید این را درک کنیم که با ملامت کردن و اتهام بستن بر همدیگر به جایی نمی رسیم. ما دهه‌ها را سفری کردیم و در این مدت شاهد ویرانی و کشتار مردم در هر دو طرف مرز بودیم. حالا زمان آن فرا رسیده تا به پیش برویم و به جای اتهام وارد کردن برای آینده خود، کودکان و خوشبختی منطقه به هم دست دهیم. روی همین دلیل من اینجا آمده‌ام. مقام‌های افغانستان بارها از پاکستان خواستند که از روند صلح با مالکیت افغان‌ها حمایت کند، خواسته که تاکنون نتیجه عملی نداشته. دوستا بارها گفتند که صلح امنیت در افغانستان، صلح امنیت در منطقه یا صلح امنیت در پاکستان است. حالا وقتش رسیده که باید عملا نشان بدن با گرفتن اقدامات عملی که واقعا چیزی که میگن همون چیز هست یا نه. و ما امیدوار هستیم که نتایج نشست ما در روزهای اخیر، در ماهای آینده، در هفته‌های آینده ببینیم. وزرای خارجه هر سه کشور در دیدار امروزشان تفاهم نامه مبارزه با تروریسم را امضا کردند. تلاش‌ها برای کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره در ماه‌های اخیر هم از سوی حکومت افغانستان و هم از سوی جامعه جهانی شدت گرفته. وزارت خارجه آمریکا نماینده ویژه در امور صلح افغانستان تعیین کرده. زلمه خلیلزاد به پاکستان، قطر، ازبکستان، روسیه و افغانستان سفر کرده. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم گفته
کشورش در روزهای آینده میزبان گفتگو بین نمایندگان طالبان و آمریکا خواهد بود، وعده‌ای که با استقبال گرم واشنگتن روبرو شده. بشیر پیمان، بی بی سی، کابل. در سه ماه پایانی سال 2018، کویت میزبان هنرمندان و گروه‌های رقص و موسیقی بیش از 10 کشور جهان بود، از قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا. اخیراً گروهی از نوازندگان و آوازخوان‌ها و رقصندگان تاجیک هم کنسرتی در پایتخت کویت اجرا کردند. در اولین بخش از گزارش‌های سهراب ضیا، همکارمان از کویت، او درباره یک شب فرهنگی تاجیکی در کویت گزارش می‌دهد. شبی فرهنگ و موسیقی تاجیکی در تالار بزرگ به نام عبدالحسین عبدالرضا، یکی از هنرپیشگان در گذشته ایرانی تبار کویت برگزار شد. نمایش تابلوهای نقاشی، هنرهای سنتی و مردمی، عکس‌های از طبیعت زیبای تاجیکستان همراه با پذیرایی از مهمانان با میوه و شیرینی‌های تاجیکی بخشی از برنامه این شبی فرهنگی بود. هدف از سفر ما معرفی نمودن فرهنگ هزار ساله تاجیکان است. ما میخواهیم که مردم عرب و خصوصا مردم دولت کویت که الان ما اینجا هستیم با فرهنگ ما هرچی از نزدیکتر شناس شوند. این سالن میزبان هنرمندان و فرهنگیان تاجیکستان است. فرصت برای معرفی فرهنگ و هنر و موسیقی تاجیک برای مردم کویت و اقلیت های این کشور، اقلیت‌های مختلفی که حدود نیم قرن باز در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز دارند. اجرای گروه رقص پرستوی فیلارمونی تاجیکستان و هنرمندان تاجیک مورد استقبال و تشویق تماشاچی‌ها با ملیت‌های مختلف قرار گرفت. فرهنگ و ادبیات، شعر، موسیقی تاجیکستان بسیار نزدیک هست به فرهنگ ما که ایران هست. وقتی که زبان مشترک باشه، فرهنگ مشترک باشه، لذتی رو که ما میبریم شاید بقیه ملت‌ها به این زیبایی نتونن لذت ببرن. البته ما در زمان قدیم از تاجیکستان هیچ اطلاعاتی نداشتیم در کویت. این آشنا بودن سبب میشه که مردم مسافرت کنن، برن در تاجیکستان تجارت کنن یا سیاحت یا زیارت. شورای ملی فرهنگ، ادب و هنر کویت مبتکری برگزاری شبهای هنر و موسیقی کشورهای مختلف دنیا در پایتخت این کشور است. معرفی فرهنگ و هنر و موسیقی ملت‌های مختلف به مردم کویت و مهاجران از اهداف دولت این کشور است، کشوری که 2 سال پیش با عنوان پایتخت فرهنگی اسلامی برگزیده شد. سهراب ضیا، بی بی سی، کویت. انتشار خبرهایی در مورد احتمال حذف مشق شب از برنامه درسی دانش آموزان کلاس اول تا سوم ابتدایی در ایران باعث شده خیلی ها در این مورد واکنش نشان بدن، از نمایندگان مجلس گرفته تا مراجع حوزه علمیه قم. ما هم امروز در برنامه هشتگ شما نظر شما را درباره مشق شب و نقشش در آموزش و پرورش دانش آموزان می‌پرسیم. برای اینکه نظر شما را بشنویم از طریق یکی از این راه‌ها که الان روی صفحه تلویزیون می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفن خودتون رو می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbc شما. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. در این قسمت پایانی برنامه اجازه بدید سری به فرانسه بزنیم. تصویرهای زنده داریم از تظاهرات جلیق زردها برای پنجمین شنبه پیاپی در خیابانهای مرکزی پاریس. اعتراضها امروز از همون ابتدای درگیری به زد و خورد با پلیس و گاز اشک‌آور کشیده شد. جلیق زردها در ابتدا در مخالفت با افزایش مالیات و قیمت سوخت به خیابان‌ها آمدند، اما خواسته های آنها به مرور بیشتر شده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هفته پیش تلاش کرد تا با دادن مجموعه‌ای از امتیازها به معترضان آموزش را به کشور برگرداند، اما ظاهرا این عده از تظاهر کنندگان همچنان به تظاهراتشون ادامه دادند همونجوری که می‌بینید.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. تا دقایق دیگر با خلاصه خبرها با شما خواهم بود.